و خروجی رو اسمش هم علی بوده، نوشتن در بعضی تا علی ابن قرز، گفت تو برو جلو ببینم. خب این لحظه وجود خیلی حوصلت و سرنره در این زندگانی. نگویید زندگانی چه دارد، نگوییم زندگانی چیست، نگوییم بهر من بدتر از این روزی نیست، زندگی آش دهن سوزی نیست. کدوم زندگی؟ مقصود از زندگی چیه که آش دهن سوزی نیست؟ زندگی اینه هر کسی در هر کادری قرار بگیره ولو ناچیز با این احساس حرکت کند، او حر ابن یزید ریاحیه، با این احساس که من از آن تو ام، در هر حالم تلاش کنم بالاخره به سوی تو دارم میام. انا لله و انا الیه راجعون. آقایان روانشناسان بپردازن به این مسائل. دو جمجمه طوفانی شد در اون 24 ساعت، جمجمه عمر و سعد، جمجمه حر بن یزید ریاحی. اون چه نتیجه گرفت، این چه نتیجه گرفت؟ بیایید ادب و اخلاق را داشته باشیم که در موقع اینطور به درد بخوره. از اول حر آداب انسانی را مراعات کرد، همون که لم یکن لکم دینو را مراعات کرد. تو اونجا وقتی رسیدن به هم، جلو حضرت را که گرفت، حضرت فرمود که برو کنار من عبور کنم. گفت من نمیتوانم، من مأمورم و شما را به کوفه برسونم. و وقتی حضرت اصرار کرد، این اصرار کرد، حضرت فرمود که مادرت به ماتمت بنشینه، کنار برو. گفت یا عبدالرسول الله، مادر من یه عرب معمولیه، یه زن معمولیه، مادر تو فاطمه زهراست، ما هیچ وقت نمیتونیم برای او خلاف هده. از خدا جوییم توفیق ادب، زود از میدان در نرید، در مقابل حوادث تحملشان بدید، دنبالش یه وقت میدید که شکوفایی شروع شد. و من غلط میکنم، تو مادرت فاطمه. اون وقت عصر ظهر رسید و حضرت فرمود برو با لشکریان خودت نماز بخون، ما هم نماز بخون. گفت نه، شما بخونید، ما هم به شما کتا خواهیم کرد، شما پسر پیغمبرید. بالاخره اون اصولی که به عنوان اصول فطری عالی انسانی بود، هر را کشون به دنبالش، ای اصل، ای قانون، ای نظم. در روی زمین برای خدا جلوه‌ای غیر از تو داریم، ای عدالت، ای نظم. با کار منظم، با تکه به اصول جلو رفت. میدانش روز عاشورا، صبح عاشورا، دید ای اینا واقعا ایستادن جلوزه. نمیدونسته، چون سریع آمد گفت یا ابا عبدالله من نمیدونستم، من نمیدانستم اینها با شما میخوان اینطور رویاروی بشن. من توبه کردم، من غلط کردم، نفهم. آیا توبه من قبول است؟ حادثه ای که ایشون به وجود آورده در ظاهر تمام کاخ شخصیتش را ویران کرده، اول جلوشه گرفتی. اما یه دونه دو سه تا آجر مونده بود، دو سه تا آجر از کاخ شخصیتش مونده بود. با اون دو سه تا آجر شخصیت ساخت تا بی‌نهایت حرکت داد، دو سه تا آجر بایداش شخصیت ویران شده بود. پسر پیغمبر را با اون زن و بچهش، با اون کمک های کمش، انگوش شمارش، جوش ها گرفت و حادثه را به وجود آورد. درست شد؟ اون وقت شما ببینید که این شخصیت آدمی تا چقدر دوام میاره. خدایا چقدر میتواند در سعادت انسان کمک کنه. در این آقا گفت که بله من غلط، که من نمیدونستم، من نمیفهمیدم. حضرت فرمود توبه تو قبول است. به هر حال این که حضرت فرمود اصول را مراعات کنید، قوانین را مراعات کنید، یعنی حداقل این معنا که شما رهگذر موقت حیاتید. رهگذر موقت نفس کشیدن میخواد. التزام به قانون زندگی اجتماعی تنفسته. میخوای خود خفه کنی؟ تو خفه میشی اگر تو مراعات نکنی اصول را. صلوات الله علیک یا ابا عبدالله، سلام الله علیک یا ابا عبدالله. چه حکمتی به ما عنایت فرمودی، چه واسطه فیضی شدی تو
برای ما عزت خداوند متعال، ما از تو کدوم سرمایه هست که نتوانیم بهره بردار کنیم، استفاده کنیم؟ این تاریخ نویس چه می نویسه؟ نمیداند این قضیه چقدر بنیان اجتماعی و فلسفی داره. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَاد. بسیار خوب، شما نمیخواید برای زندگی خودتون تفسیر کنید؟ نکنید، فعلا زنده اید. شما چرا خودکشی میکنید؟ زنده هستید. پایبند نبودن به قانون، پایبند نبودن به اصل. خواب بودم خواب، وقتی بیدار شدم دیدم زندگی احساس وظیفه است و قانون آن. اون موقع احساس کردم بر بیدار شدم، ولا بقیهش خواب خوابه. این نگرشی است که شما می توانید درباره حادثه حسین داشته باشید و سرمایه یک زندگی قابل تفسیر بیاندازید. خب همه ما، همه مورخین از این جمله رد شدند. الا و این ندعی ابن الدعی قد رکز بین سلت و دله و هیهات من نزله یا بالله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و هجور دابت و تهرت. بدانید این زنازاده دعی، این زناکار، پسر زناکار، من ما بین شمشیر و ذلت قرار داد. در ما بین شمشیر و ذلت، یا من ذلت را بپذیرم یا به کرامتی که مال من نیست، او داده، قابل انتقال نیست، شرف و حیثیت آدمی قابل نقل و انتقال نیست. آقا من میلیون تومان بدهید من ذلیل بشم به شما، میلیون تومان بدهید من حق حیاتو بدم به شما، شما بتوارید این تا مرا از پای درارید. ورزا در حقوق در چیز این بحث میشه، آقا این حق کرامت، حق حیات، اینها حق به معنای حقوقی نیستن، اینها حق به مفهوم فلسفی و شرعی هستن. حکمن اینها بفرمایید شما بگید آقا من میخوام کرامت ها بپروشم به سر و 15,000 تومان بفروش ببینم. برای تو هیچ کس تجویز نکرده شرافت رو بفروشید به سر و 15,000 تومان. شما آقا به من توهین کنید 1,000,000 تومان بدید، یه فحشی بدید، دنیا رو به من بدید، حق نداره شما، چون کرامت مال شما نیست که، حیثیت از بالاست. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما تکریم کرده این انسان را، خودش را کوچ میکنه، خودش این تکریم را میذاره زیر پاش. ای گران جان خار دیدستی مرا، چون که بس ارزان خریدستی مرا. حق داری، نمیدونی شرف انسان، چون مجانی بهت دادن. آدم که چیزی را مجانی گرفت، مجانی هم از دست میده. اگر بیاندیشیم ببینیم این کرامت و این عشوت ارزش که شخصیت آدمی چیز، اینطور که ارزان با شما معامله نمی کنیم. ای گران جان خار دیدستی مرا، می فرماد منا ما بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، هیهات من ذلت. خدا نمیگذاره، عبالله، هیهات من نزله، یا عبالله زارگی ما رو گذاشتن. من چرا بگم اختیارش دست منه؟ یا عبالله زالک و رسوله و رسول اون خدا چون ماینده اوست. و المؤمنون، جامعه با ایمان، حسینش ها به این زودی نمیتونه از دست بده، حسین براش گرون تمام شده. یه دونه من بیام ذلت را قبول کنم برای چند سواه دنیا. بیچاره ابن خلدون، گاهی آدم های باسواد هم همجور دیگه، بله خلاصه یک مرد باسوادیه. 6 جلد تاریخ عبرش خیلی مهمه، مقدمش 100 مرتبه از کتاب تاریخش بالاتره، ولی اشتباه میکنه، اشتباه از بزرگان خیلی بزرگه. ابن خلدون در فلسفه سیاسی، فلسفه جامعه شناسی، فلسفه اقتصادی اسلام خیلی حدمت حال خوب داره. در باری حسین یک اشتباه کرده، یه راست گفته،
اشتباهش در این است که میگوید حسین رحمت الله علیه، ابن خلدون میگه، عبدالرحمن ابن خلدون میگه حسین رحمت الله علیه گمان کرد که در مقابل یزید میتواند مقاومت کند، ولی یزید اون روز قدرت در دست یزید بود، اینجا اونطور نبود که حسین گمان میکرد، ولی در یک چیز همون بود که او فکر میکرد و بالاتر از او بود که فکر میکرد، و اون این است که شخصیت منحصر اون زمان است که برای حکومت و بزرگترین شخصیت اون دوران میگه بود و بالاتر از اینم بود که خیال میکرد، اما در اون قضیه اولی اشتباه میکرد. ما در حاشیه میگیم که جناب ابن خلدون شما اینجا اشتباه کردید. رفتن حسین ابن علی به این که من که دارم میبینم این واقعا اسلام را وسیله بازی خود قرار داره در این دنیا، من صبر کنم به این، معناش این است که هیچ ارزشی برای من مطرح نیست، آخرش هم شهید بشوم، اهدل حسنین میروم، اگر حکومت عادلانه برقرار کردم نحمد الله علی ذلک، سپاس خدا را میگویی، اگر هم شهید شدم، اگر از جون خوشم شهید، اهدل حسنین. این را ابن خلدون متوجه نبوده، چون یه خودم خودش در سیاست های دوران خود بود، عملا هم بود، یه آدم سیاسی معمولی هم بود و نمیدونست که این قضیه حسین چیه. بنابراین میفرماد که عبالله یا عبالله ظهار که خدا نمیذاره من به طور به خودم اختیار قائل بشم بگم بر حسین تو قبول کن، بگو برای خودت هر شبت که تلقین کن که خوب اینم بالاخره اگر تو بلی بگی تمام دنیا رو در اختیار تو میذاره دیگه، چون اولین شخصیت اون زمان هست، اولین شخصیت بیاد یه بلی بگه کار تمامه. نه خیر، اگر اختیار دست من بود نمیکردم، چه رسد به اینکه یعبا الله، خدا امتناع میبرده نمیگذاره. این در تحلیل تاریخ حسین شما ببینید چه مسائلی خوابیده. هر کدوم از این جمله تا شما دقت کنید، نه یک درسه، نه یک درسی، آبرویی است بر علوم اجتماعی، آبرویی است خدا میده برای علوم انسانی که ارزش ها رو هم به حساب می آورن. خداوند پروردگارا تو را سوگند می دهیم به این شب های بسیار مقدس که حالا چه لحظاتی بر حسین و خاندان حسین و بر اونها که با ایشون بودن آمده بودن چه میگذره. ما اونی که از این حادثه میخونیم تا حدودی احساس میکنیم که خود حسین در حال بسیار سرور، شادی، انبساط. بعضی از اونها که بیچارها نمیدونستن که عاقبت کار چی میشه، فقط تکیه بر حسین بود و بالاخره امام معصوم که نبودن، ولی گفتن این پیشوا همچین شب عاشورا شنیدید که وقتی حضرت فرمود شب تاریک شده دیگه شما آزادید، چند بار این آزادی را گفته، فردا شب احتمالا سر این آزادی شان را بحث بکنیم، احتمال قویست که این را بحث کنه میشالتا. از اونها مطالبی گفتن، معلوم شد که بعضیشون خیلی عجیب پرواز کرده بودن. یکی از اونها گفت که یا آبا عبدالله شما میگید که ما آزادیم، برویم کجا؟ برویم اگر دنیا ابدی بود، دنیا اگر ابدی بود ما از تو دست بر نمی داشتیم، کجا برویم مثلا؟ چه رسد به اینکه دنیا چند روز بیش نیست، دنیا فانی است، میگذره. با چه رویی به وجدان خودمون می نگریستیم اگر تو را میخواستیم رها کنیم؟ شما مضمون این مطلب ببینید که در شعاع جاذبیت حسین اینها بعضیاشون چه حال روحانی پیدا کرده بودن، چه دیگه فردا همشون خالص شدن، محض ناب، ناب انسان شدن، انسان ناب شدند و خداوند اونها را غریق سلام و صلوات و رحمتشون بفرماید که واقعا آبرو شدن در انسانیت. پروردگارا حسین را از دست ما مگیر، پروردگارا ما را در پیشگاه حسین شرمنده مفرما. خداوند را در فرا گرفتن درس هایی از حسین خودت ما را یاری بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.